بذارید ازتون یه سوال بپرسم. وحشیانه ترین چیزی که تا حالا شرورها توی بازی‌های ویدیویی انجام دادن به نظرتون چی بوده؟ نقشه نه، اینکه واقعا موفق شده باشن، اون حرکت رو زده باشن. خب جواب خودتون رو نگه دارید و این 10 مورد رو داشته باشید. شماره 10، شاوکان. خب آره، همه می‌دونیم که شاوکان یه شروره و تا حالا دست به کارهای وحشتناک زیادی زده. چه یکی از اولین چیزهایی که از شاوکان دیدید این باشه که توی مورتال کامبات 3 اون به زمین حمله میکنه و تقریبا نصف جمعیت زمین رو از بین میبره. اما خب به نظر من این وحشیانه ترین کاری نبود که اون تا حالا انجام داده. آره، اون کلی از نژادهایی که توی آوتورد زندگی میکردن رو به بردگی گرفته، میدونید ازشون استفاده های وحشتناک کرده. اما وحشیانه ترین چیزی که من ازش دیدم خیلی هم به گذشته مربوط نمیشه، مربوط به DLC Aftermath از بازی مورتال کامبات 11 میشه. همونطور که میدونید توی این DLC شما به جای شاوکان و سیندل میتونید بازی بکنید و بالاخره اون میتونه انتقام خودش رو از اون قهرمانهای لعنتی بگیره. خب اون بیشتر این قهرمانها رو میکشه، اما سونیا و جانی رو نگه میداره. میدونید چرا؟ چون ازشون میخواد به عنوان برده زاد و ولدی استفاده بکنه. اون میخواد از این دو نفر بچه بکشه تا وارد ارتش خودش بکنه. اصطلاح طول کشی رو شنیده بودید دیگه، این میخواد آدم کشی بکنه. شبرینو کفکا. خب بیشتر کسایی که میخوان در مورد دلقک های شرور صحبت بکنن سری میرن سراغ جوکر، که خب آره توی مدیاهایی مثل فیلم و یا کامیک بوک درسته، اما توی بازی های ویدیویی ما یه دلقک خیلی خفن تر از جوکر داشتیم. متاسفانه بازی که میخوام اشاره بکنم تقریبا برای 30 سال پیشه، فاینال فانتزی 6، چرا که توی این بازی شما یک دلقک به اسم کفکا رو دارید که ظاهرا یکی از زیردستای امپراتور به حساب میاد و حتی کاراکتر اصلی هم نیست. اما توی همون نگاه‌های اولیه هم می‌بینید که چه کارهای وحشتناکی می‌کنه. مثلا با سم کل یک قلعه رو مسموم می‌کنه و هر کسی که داخلش هست کشته میشه. اما نکته جالب می‌دونید چیه؟ اینکه همه شرورهایی که تا حالا بهشون اشاره کردیم و یا می‌دونید بهشون قرار اشاره بکنیم شکست خوردن، اما کفکا موفق شد. اون پیروز شد. آره، اون به خود امپراتور هم خیانت می‌کنه و بعد قدرت خیلی زیادی به دست میاره و تقریبا نصف دنیا رو نابود میکنه. چرا؟ همینطوری عشقی برنده شده بود، دنیا برای اون بود، هر از گاهی با لیزر یه خط مینداخت روی دنیا و همه چیز رو نابود میکرد. شماره 8، اساسنس کرید 4، فریدم کرای. یه اکسپنشن فوق‌العاده برای اساسنس کرید 4 که اونقدری که باید بهش توجه نمیشه. خب توی فریدم کرای شما درسته که زیاد کاراکتر محبوب و خفنی ندارید، اما داستان جالبه. چرا که توی اون دوره بردهداری خیلی باب بود و خب تم اصلی این بازی هم همینه. تمپلارها بردهدار هستن و شما باید این برده ها رو آزاد بکنید. کلی ارباب بردهدار توی اون قسمتی که شما هستید وجود دارن و توی چند تا عملیاتی که انجام دادید کلی از اونها رو آزاد کردید. حالا شما سراغ کشتی هایی میرید که دارن باهاش برده میارن و میخواین اونها رو آزاد بکنید. اما وقتی که دست به این کار میزنید میدونید تمپلارا چی کار میکنن؟ ترجیح میدن اون کشتی رو با همه برده‌هایی که داخلش هست غرق بکنن تا شما موفق نشید. وقتی که داخل یکی از این کشتی هستید اونا دقیقا همچین کاری میکنن، با توپ بهتون شلیک میکنن و اون کشتی داره غرق میشه. شما سعی میکنید از اونجا فرار بکنید و همینطور جسدهایی رو میبینید که توی آب شناور شدن، کسایی که حتی نتونستن دست و پاشون رو باز بکنن. انصافا این صحنه ها دارک ترین چیزایی که من تا حالا توی سری اساسنس کرید دیدم. شماره 7، خب این یکی خیلی کار وحشیانه و شیطانی هست، ولی جالبه بدونید که توسط شرورها انجام نشده. من میخوام به بازی مس افکت اشاره بکنم و ویروس جنافیج. خب اگر مس افکت رو انجام داده باشید احتمالا میدونید که یک نژاد خیلی قلدری اونجا وجود داره به اسم کروگن که یک مشکلی دارن. اونا نمیتونن زاد و ولد بکنن و به همین دلیل هی رفته رفته داره جمعیتشون کمتر میشه. حالا فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده؟ کروگن ها به شدت جنگجوهای خفنی بودن و زمانی که خطر رکنای داشت کل کهکشان رو تهدید میکرد اونا تونستن رکنای ها رو شکست بدن، اما بعدش شورش کردن و به همین دلیل نژادهای دیگه مثل سلارین و تورین ها میخواستن جلوشون رو بگیرن اما نمیتونستن. به همین دلیل یک نقشه خیلی خبیثانه ای میکشن. اونا یک ویروسی رو درست میکنن که با پخش کردنش دیگه کروگان ها نمیتونستن جفتگیری بکنن.
یعنی میتونستن جفتگیری بکنن، اما میدونید بچه دار نمیشدن و اینطوری تونستن اونا رو شکست بدن. این اتفاق سالها همینطوری داشت رخ میداد و اونا نمیتونستن خوب زاد و ولد بکنن، تا اینکه بالاخره توی بازی Mass Effect 3 این قضیه برطرف میشه. شماره 6. خب در حال حاضر همه بازی Baldur's Gate 3 رو میشناسن، یک اثر فوق العاده از استودیو لریان که خب انصافا حق هم دارن بشناسنش. این بازی ترکوند، اما خب Baldur's Gate 3 میدونید که یعنی دو تا بازی دیگه قبل از 3 وجود داشته، Baldur's Gate 1 و 2 که هر دوشون توسط بایوور درست شدن و انصافا بازی های خیلی جذابی هستن که اونقدر بهشون توجه نمیشه. میدونید خب یه مقدار اولد سکول و قدیمی هستن، اما داخل اون بازی ما یک کارکتر داریم که در نگاه اول شاید اصلا مهم نباشه. شما زمانی که داخل زندان هستید یک دورف کوچولویی رو میبینید که خب میدونید اسمش نیبه. اون باهاتون صحبت میکنه و بعد یک معمایی رو براتون طرح میکنه و ازتون سوال میپرسه به نظرتون چند تا بچه رو توی خواب کشته؟ که جواب باید بهتون بگم 33 است. آره ما قاتل های سریالی دیوونه توی بازی ها زیاد داشتیم، اما اینکه یه نفر فقط تخصصش بچه باشه واقعا دیگه خیلی دارکه. خوشبختانه توی Baldur's Gate 2 یک ماموریت فرعی وجود داره که شما بالاخره میتونید به نیب برسید و اون رو شکست بدید، اما زمانی که اون داره با شما مبارزه میکنه روح اون بچه ها رو ظاهر میکنه تا ازشون به عنوان میدونید یک جور سلاح استفاده کنه و با شما مبارزه بکنه، که شما اگر به اون روح ها صدمه نزنید و بعد نیب رو شکست بدید اونا بعد از آزاد شدنشون از شما تشکر میکنن. شماره 5، دارس نایلوس و دارس ملک، نایتس آف دی اولد ریپابلیک 1 و 2. خب از اونجایی که این دو نفر هر دوشون مربوط به یک فرانچایز میشن ترجیح دادم میدونید دوتاشون رو توی یکی بیارم. خب حالا فکر میکنید دارس ملک و دارس نایلوس چی کار کردن؟ کلن که سیسا آدم های خیلی عوضی هستن و خب میدونید میلیون ها نفر رو میتونن به تنهایی از بین ببرن، اما ما این دوتا رو دیدیم توی بازی Knights of the Old Republic 1. شما اون اول وارد سیاره تاریس شدید، یه سیاره که کلا میدونید متعلق به سیس هاست، یعنی سیاره خودشونه. وقتی که دارس ملک متوجه میشه که شما اونجا هستید، به خاطر اینکه مطمئن بشه از اونجا نمیتونید فرار بکنید، کل سیاره رو نابود میکنه به همین راحتی. و خب توی بازی Knights of the Old Republic 2 ما کارکتر دارس نایلوس رو داریم، یک سیس به شدت وحشتناک و قوی که خب به ما میگن اون انقدر قدرتش زیاد بود که تونسته بود سیاره کاتار رو به خاطر اینکه جدایی ها داخلش میدونید یک جلسه مخفی برگزار کرده بودن به معنای واقعی کلمه زندگی رو بمکه، یعنی هر موجود زندهی که داخل اون سیاره وجود داشت نابود شد، رسما کل سیاره رو خورد، به همین راحتی یک سیاره نابود شد، اونم نه با میدونید بمب و شلیک کردن اینطور چیزا، با قدرت خودش با فورس تونست اون رو نابود بکنه. شماره 4، خیلی جالبه که والتک یکی از وحشی ترین ارگانیزیشن های شرور داخل سری فالات به حساب میاد، اما ما تا حالا توی بازی های فالات حتی میدونید یک بارم باهاشون رو در رو نشدیم. همونطور که میدونید والت و یا همون مخفیگاه هایی که توسط والتک درست شده در نگاه اول برای کمک به مردم بود، اما توی هر کدوم از این مخفیگاه ها آزمایش های وحشتناک انسانی انجام دادن، که خب یکی از عجیب ترینشون مربوط به بازی فالات نیو وگاس و والت شماره 22 میشه، چرا که اونجا این گروه اومده بود از یک سری میدونید موجهای صوتی و آهنگای خاص استفاده کرده بود و بعد یک ویروسی رو اونجا تبیه کرده بود که باعث شده بود با استفاده از این موسیقی و گیاهایی که اونجا هستن مردم آلوده بشن، میتونید یک جورایی جهش پیدا بکنن و تبدیل بشن یه چیزایی مثل مانتیس، یعنی تلفیق انسان و گیاه. ما تا حالا دیدیم که انسان رو به جونورهای زیادی میدونید تلفیق کردن، اما اینکه اونا رو تبدیل به گیاه بکنن واقعا یه چیز جدید و ترسناک بود. شماره 3، آرکماند. خب اگر بخوایم به شرور خفن دنیای وارکرافت اشاره بکنیم قطعا همه شما یاد آرتاس میافتید، که خب توی بازی وارکرافت 3 تا بخشای خیلی زیادی اون شرور نبود، آنتی هیرو بود. آره اون دست به کارهای وحشتناک زیادی انجام داده، تقریبا کل امپراتوری پدرش رو از بین برده، اما خب میدونید ما اونا رو ندیدیم، بیشتر توی بک‌گراند اتفاق میافته یا توی کتاب‌ها داستانش رو برای ما تعریف می‌کنن. یکی از وحشیانه ترین چیزهایی که ما دیدیم مربوط به جایی میشه که بالاخره آرتاس همراه با لیچ میتونه آرکمان رو به این دنیا بیاره،
و خب آرکمان همون اول تصمیم میگیره برای اینکه نشون بده وارد این دنیا شده و چقدر قدرتمنده، بره سراغ یک شهر، یه شهر خیلی مهم، دالاران. اون با جادوی خودش یک ماکت از شهر دالاران درست میکنه که خب اوکی، اما بعدش با دستش این ماکت رو میترکونه. میدونید چه اتفاق میفته؟ دقیقاً هر حرکتی که اون داره روی این ماکت میزنه روی شهر واقعی دالاران هم رخ میده و اینطوری به راحتی هزاران نفر رو میکشه. شماره 2، تمپنی. خب اینی که میخوام بهش اشاره بکنم، چند بار دیگه در موردش صحبت کردم، برای همین زیاد کشش نمیدم. همون اول بازی فالات 3 شما به یک شهری وارد میشید به اسم مگاتان که اونجا یک بمبی وجود داره که میدونید هنوز فعاله و بعد یک سری احمق دارن اون رو میپرستن. شهردار اون شهر، یا بهتر بگم کلانتر اون شهر، میاد ازتون درخواست میکنه که اگر میتونید این بمب رو میدونید خنثی بکنید، که شما میتونید این کار رو انجام بدید. اما یهو سرکله یک بابای دیگه پیدا میشه و ازتون میخواد که این بمب رو بتر کنید، که در این صورت یک جایزه خیلی بزرگ میگیرید. خب بعضی ها این کار رو انجام دادن، ولی فکر میکنید چرا میخواستن این شهر رو بتر کنن؟ خب یک فرد پولداری خیلی دورتر از این شهر یک برج داره به اسم تنپنی، که خب میدونید از نظر اون نگاه کردن به ویوی برجش وقتی که شهر زشت مگاتان جلوی چشمش بشه، یه جورایی میدونید روی مخش میره. به همین دلیل فقط به خاطر اینکه ویوش بهتر بشه و دیگه از نظر ذهنی این استرس بهش وارد نشه، تصمیم میگیره این شهر رو نابود بکنه. کارش اونقدر میدونید نسبت به چیزایی که اشاره کردیم شیطانی نبود، اما این دلیلش بود که باعث شد اون رو توی این لیست بیارم. شماره 1، ماکاروف. اما خب فکر نمی کنم هیچ شروری وحشی تر از ماکاروف وجود داشته باشه، چرا که اون تا دلتون بخواد فقط به غیر نظامی ها آسیب وارد میکنه. آره، ما دیدیم که اون توی شهرهای بزرگ بمب منفجر کرده، اما چیزی که باعث میشه اون رو توی لیست امروز بیارم همون مرحله معروف نوراشن، اینکه شما عملا یکی از این نقشه های شیطانی رو ببینید، اینکه عملا بخشی ازش باشید و اینکه عملا حتی بتونید توش شرکت بکنید و شلیک بکنید، یه چیزی که هیچ کدوم از چرورهایی که تا حالا بهش اشاره کردیم برای شما ایجاد نکردن. به همین دلیلی که ماکاروف توی لیست اوله، چرا که اون دست به کارهای وحشیانه زده و شما رو هم مجبور میکنه که توی این کارها شرکت بکنید. خب اینم از دیگه امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. میدونم که کلی کار وحشتناک دیگه وجود داره که من بهشون اشاره نکردم، اما اشکال نداره. اگه شما هر کدوم میدونید حتما توی کامنت ها بنویسید. در هر حال اگر به ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.